ما اینجا نمودار عمر دو نفر داریم. بین شخص الف تو نمودار قرمز رنگ 75 سال زندگی کرده و شخص ب با نمودار آبی رنگ فقط 25 سال زندگی کرده. حالا بیاین حساب کنیم، شخص الف 10% در نمازش خشوع داره و شخص ب 90%. ببینیم که در نتیجه نهایی شخص ب با 25 سال عمر بیشتر از شخص الف که 75 سال زندگی کرده نماز خونده. چطور شد که اینطور شد؟ بذارین توضیح بدم. شخص الف در حالی که از سن 15 سالگی تا پایان عمرش توی 10% نمازاش خشوع داشته، یعنی 60 سال با 10% خشوع نماز خونده، این شخص روز قیامت میاد و میبینه که فقط 6 سال نماز براش نوشته شده. بابا من 60 سال نماز خوندم. نه، فقط 6 سال خوندی. آخه چرا؟ این مقدار خشوع توه، نماز تو بر اساس خشوعی که داری محاسبه میشه. اما شخص ب که فقط 20 سال نماز خونده، 20 سال زندگی کرده، اما توی 90% نمازاش خشوع داشته، نتیجه گیری نهایی نماز بیشتری رو براش ثبت میکنه و اجر بیشتری میبره. خیلی بده که آدم روز قیامت اینجوری غافلگیر بشه. خداوند متعال میفرمایند و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. در سوره زمر خداوند میفرمایند و اون چه رو تصور نمی کردند از سوی الله برای ایشان آشکار گردید.